به نام خداوند جان و خرد. عزیزان جان سلام، بازم هوش برتر و سه شرکت کننده‌ای که ازشان میخوام خودشان رو معرفی کنن. با سلام دانش حکمت نیا. با سلام دانا اندیشه پرور. درود. با سلام بینش خرد ورز. احسند احسند. سالی که نکوست از بهارش پیداست. اسامی رو شنیدم به گوش جان، واقعا اسامی زیبا، پرمغز و با معنی. بینندگان عزیز، من سر ذوق آمدم با اجازه این عزیزان و شما شعری میخوانم تقدیم به وجود مبارکتان. به دانش گرای و به دوش و بلند، چو خواهی که از بد نیابی گزند. ز دانش در بی‌نیازی بجوی، وگر چند سختید آید بروی. جانم تو که از محنت دیگران بی‌غمی، که در آفرینش ز یک گوهرند. باشه باشه، عذرخواهی میکنم اینجا محافلی به ما نیامده. بیدرنگ میریم سر سوال. و اما سوال، ضرب المثلی رو میگم که ناقصه، شما باید تکمیلش بکنین. پشت گوشت رو دیدی؟ خیر. صبر کن آقا، اجازه بده. اجازه بده، خوب گوش کن. پشت گوشت رو دیدی؟ فریده دیده. چی؟ خانمم، این پشت گوش من میشه موجه، میشه با موچین اینجا برام میچینتش. آقا میگه پشت گوشت دیدی، نمیگه پشت گوشت دیدن. بی سواد نیستم، افعالم خوب میشناسم. این کارا رو فریده برام انجام میده. بس آقا، من چه کار دارم به فریده؟ اسم زن منو نیار. اسم زن منو نیار. دوست عزیز، خونسردی خودتان حفظ کنی. من که هیچ جسارتی کردم؟ من نه با گوش شما کار دارم، نه با دوباره گوش شما. یه ضرب المثل گفتیم، خیلی هم ساده است. جای خالیشو پر بکنید. پشت گوشت رو دیدی، چی رو دیدی؟ دلار 4200 تومانی هم دیدی. خانه‌دار شدن هم دیدی. نه آقا، نه، اسم شخص به شخص مرتبطه. پشت گوشت دیدی، خاوری هم دیدی. آفرین. آفری. زدی تو خال، دمت گرم. صفو آقا، آفرین، زدی تو خال. اولش با میم شروع میشه. خودشه، محمود رضا خاوری. دومش با نون شروع میشه. منافق محمود رضا خاوری. سومین حرفش میه. پشت گوش دیدی، منافق منفور محمود رضا خاوری هم دیدی. بازم میم داره، منافق مفقود ملعون محمود رضا خاوری. منافق مفقود ملعون مجهول منهول مغضوب محمود رضا خاوری. آقا آقا جان، خواهش میکنم خونسردی خودتان حفظ بکنید. چرا اینقدر عصبانی هستید؟ یه نفس عمیق بکشید. الان بهترین؟ بله بله. آقا من جواب گفتم، سه حرف بود. آقا ببخشید، ما عصبانی بودیم، متوجه نشدیم چه گفتی. میشه یه راهنمایی بکنی؟ از این من دیگه جوابو گفتم. گفتم که خب توجه بفرمایید، اولش میمه، دومش نونه. آقا اصلا فراموشش کنی. فراموش کنی، فراموش کنی، فراموش کنی، فراموش کنی. آقا شما داستان شنگول و منگول و اپه انگوله که شنیدید؟ بله بله بله. بله خب، گرگه میاد در میزنه. شنگول و منگول و اپه انگول میگن کیه کیه در میزنه، درو بالنگر میزنه. گرگه چه میگه؟ میگه پشت گوش دانا دیدین، محمود رضا خاوری هم دیدی؟ ول بکن آقا، بیا بیرون، تمام شد. بچه با اجازه. کجا؟ خودت گفتی بیا بیرون. گرفتید من بار سر جد آقا، من گفتم از تو فکرش بیا بیرون. سخت آقا، سخت. کیه کیه در میزنه، در و بالنگر میزنه؟ خب 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 خب. مادرتون قضا آوردم براتون. نه 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 نه، یه چیز یه جا گذاشتی. یونجر جا گذاشتم. اوکی برم بیارمش. برو برو، بدو بدو، گت نکو، بدو بدو. آقا جان جان، وجدانن ای رفت. بله خب رفت یونجه بیاره. خودت گفتی یه چیزی جا گذاشتی. خدا
بره چه منو آفته بکنی؟ آقا بگو برگرد. بیا. آقا رفیق دوست عزیز بیا. بیا 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 بیا. بدو برامی. کیه کیه در میزنه؟ در و بالنگر میزنه. در میزنم، در و بالنگر میزنم. او جای خالی چیه؟ صدای خانم بوزیه. آیفونشان خرابه، صدا مفهوم نمیاد. میگه در میزنم، در و بالنگر میزنم. کلن داستان این گرگ و بوز و یونج و خوران تره فراموش بکنید. فراموش کنید. در اصطلاح و حل جدول آمده لافزن چه میگوید؟ حلاجیه! لافدوزیه! ای لافدوزی! پشت گوش تو دیدی؟ منم دیدی؟ جایزرم دیدی؟ تنفس. برمیگردیم به مسابقه و اما سوال. به گاوباز اسپانیایی چه میگویند؟ چه گفتی آقا؟ باش یه بار دیگه بگو. به گاوباز اسپانیایی چه میگویند؟ دیگه به گاوباز اسپانیایی چه میگن؟ وحشی، حیوان آزاد، مریض سادیسمی. نه 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 نه، من به احساسات شما حامیان حیوانات واقعا احترام میذارم، ولی شما به ما بگید در کل به همه اون گاوبازها چه میگویند؟ بی خانواده. دوست عزیز راهنمایی میکنم تا از مسیر دور نشدید. اولش با میم شروع میشه. مادرت به عزاد بشینه نکبت. آقا جواب فقط یک کلمه است، نکبت. آقا گفتم با میم شروع میشه. حیف که نکبت نشد. میمون. زشته آقا جان، مسابقه است، بیننده ها دارن میبینن. سوال خیلی ساده است، به گاوباز اسپانیایی چه میگوین؟ نبریلو کاموچو مندسی متکلی. اینی که گفتی یعنی چه؟ خاک تو سرت حیوان آزار. آقایون من خودم به شخصه قول میدم که بعد از برنامه با هم بریم در سفارت اسپانیا تحسن بکنیم. یه پلاکارد بزرگی هم شخصا دست میگیرم که روش نوشته وای. برگردید به مسابقه، راهنمایی میکنم. فیلمی با همین نام با بازی آنتونی باندراس، هنرپیشه معروف اسپانیایی، ساخته شده. مسابقه رسمی. آقا مسابقه رسمی که مال 2021ه. برو عقب. کجا؟ آی من تاریخ فیلم میگم، خرس قیف. گربه چکمه پوش. گربه چکمه پوش که محصول سال 2011 است. برید عقب، خیلی عقب تر. افسانه زورو. افسانه زورو محصول 2005. فیلمی که مد نظر ماست محصول سال 1986. خیلی قدیمیه، خیلی. آخرش هم ری داره. قیصر. قیصر. آنتونیو باندراس تو قیصر چه می کرده؟ سب که بینم شاید من یادم نمیاد. نقش فرمان داشت یا داشت آقمنگول. نکنه اعظم بود، من خوب دقت نکردم. آقا شما کتابی ها دیگه اشتباهی کرد. اشتباه کرد؟ جهالت کرد، حماقت کرد، بلاهت کرد. آقایان اصلا نسخه خارجی فراموش کنید. فراموش. این فیلم در ایران سال 1396 هم تولید شد. خب آخرش هم دور داره. بایسیکل ران. هم اولش دور داره، هم وسطش دور داره، هم آخرش. آقا دیدی سرادم گیج میاد، همش دور دور دور. انقدر با دوچرخه دور زد که نکنه خوابش نبره. چوکر کرمیت گذاشته بود اینجاش که چشاش بسته نشه. هی موقع فیلم میدیدم سرگیجه میگرفت. هی میدانید به گاوباز اسپانیایی چه میگن یا نه؟ نه. بسیار خوب آقا، اون در باز بکن تا ببینم میدانم بالاخره به گاوباز چه میگن یا نه.
دره چه باز بکنه؟ آقا، عمو کی بیا؟ کی بیا؟ چه بیا؟ چی بود؟ میگه کی بیا؟ نمیدونم. دره داره باز میشه آقا. آقا، گاویه. چنی هم بزرگه. گاو میشه. چنی هم عصبانیه. آقا، کجا رفتی؟ آقا، ما میدانیم این گاوه. ولی او یارو اسپانیه، اگر نمیدانیم کیه به جان مادرم. نمیدانیم کیه. هر چند تورم همه جا درد و عذابه، اما پی علم و هنر و دانش و فن اند ثوابه. اون وچه که با پول و زر و پارتی بگیری، بچیز خیالی که همه کس با حبابه. هرچند بگیری دو سه تا مدرک عالی، بینش که نباشه همه کار تو خرابه. گر تا ته دنیا برسه علم و سوادت، چون پای عمل نیست همه نقش برابه. نقش برابه، نقش برابه، نقش برابه، نقش برابه. یک لحظه تو فکر کن، همش حرف حسابه.